درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان خوبان سعید قاسمی سعید قاسمی رو میشناسید خیلیاتون میشناسید حتی ما توی فضای سیاسی سعید قاسمی زیاد داریم تا الان فکر میکنم 4 5 سعید قاسمی داریم که بقیه‌شون دوزاریانو و در حقیقت برانداز و وطن فروشن ولی این آقای سعید قاسمی واقعا آدم حسابیه به نظر من چون فارغ از ایدولوژیش که حالا ایدولوژیش رو باید بررسی کنیم درسته یا غلطه ولی مرد میدون تو جنگ ایران و عراق سرتیب دوم پاسدار بوده حضور داشته ایشون مهندس معماری هست و به جای لب و دهن ایشون همیشه هر جا زلزله میشه آقای زیبا کلام میاد شعاف میکنه پول جمع میکنه شجریان میاد شواف میکنه با کتشالوار. پول جمع میکنه بعد این پولا یه دفعه نمیدونم چی میشه چجری ها میگه من باغ هنر میخواستم بزنم بابا مردم نیاز به چادر دارن توی این زلزله بم تو میخوای باغ هنر بزنی من فکر میکردم وقتی زلزله میشه یا هنر من پول جمع میکنه این پول جمع میکنه برای مردم پتو تون ماهی چادر یا توی زمستون چراغ علایالدین یه سری چیزای اینجوری بخواد بخره مایحتاج مردم رو بخواد جمع و جور کنه نه اینکه بره براشون باغ هنر بزنه زیبا کلامم هم. یه همچین کاری که پولای مردم رو جمع کنه آقا من میخوام دهکده امید بزنم غلط میکنه دهکده تجزیه طلبی میخواست بزنه دهکده امید بنویسید دهکده تجزیه طلبی بخونی عیسا وقتی یه زلزله میشه شما ها میاید خودتون رو میندازید و اصلا مردمی که پول میدن برای باغ هنر و دهکده امید حالا اون شجریان که گور به گور شد خدا ازش نگذره بابت خیانت هایی که به این ملت کرد حداقل خدا ازش نگذره بابت پولایی که سر این باغ هنر و اینا مردم اون موقع تو شرایط زلزله بودن ولی ایشون پولا رو چیز نکرد و تازه باغ هنر هم گذاشت یه 10 15 سال از واقع این داستان بم گذشت و اینا واقعا ازش خدا نگذره یکی از عناصر واقعا پدید سرشت بود و یکی هم این آقای زیبا کلامه واقعا پول جمع میکنه ولی آقای سعید قاسمش جار جنجال سلبریتی بازی در نمیاره گفتم با ایدئولوژیش کاری نداریم داریم میره مدرسه میسازه داریم میره خونه میسازه برای مردم زلزله زده حرف نیست یعنی من یه چیزی رو به عنوان یه کسی که قبلا سابقه براندازی و ضدیت با مذهب و دیگه شعار مرگ بر اثر فقیر زمانی که من دادم کسی تو به قول آقای قاضی سلواتی میگفت تو تنترین شعار اون موقع سی و خورده ای سال نظامو دادی اون موقع سی, و سی و سال 89 اینا دیگه 33 سال دینا از حکومت جمهوری از جمهوری اسلامی گذشته بود من میگم تو کل این سی سال گذشته کسی اندازه تو شعار تن نده مرگ بر ولد از ولت و تا یه کارایی هم توی تظاهراته که حالا دشمنای ما میخوان یه سری یه چیزایی در بیارن یه سری از این بچه مذهبی از ما بعدشون بیاد یه سری چیزا در میارن اصلا بگردی چیزای خیلی تندتر پیدا میکنی هنوز پیدا نکردن بگردی چیزایی خیلی تندتر و خیلی اصلا عجیب تر از من در یعنی ته برانداز بودم ولی ببین کجا آدم یه تو گوشی میخوره اونجایی که ما بحثمون بحث واقعا ساختن این کشور بوده دیگه من به عنوان کسی با این پیشینه بهت میگم اگه واقعا این کشور قرار باشه ساخته بشه به نظر من که خیلی جا ساخته شده ولی اگه قرار باشه بهتر بشه درست بشه کشور به آبادانی برسه کار ما فوکل ها تهش نیست دیگه دارم اعتراف میکنم حالا من که فوکل کراواتی یه چیزم بالاخره عقیدتی هستم میبینی دیگه با این همه فشارات میدونم کار من نیست چه برسه به اون براندازای وطن فروشی که واقعا همشون به قول سعی قاسمی مثل خود منم اومده جلو و زر مفت میزنن اگر این کشور بخواد ساخته بشه در یک سری چارچو باز از کانال و مسیر همین های تند مذهبی شما میتونید کشور رو بسازید یه مشکلات ایدئولوژیک شاید تو همین صحبت هایی که کرد من یکی دو جاشم شدید به مزاقم خوش نیومد راستش ولی کشور اینا میذارم این به جای هر حال حرفاشو بزنه که جا حالا حرفاش درسته یا غلطه بعد بررسی بشه آقا تو میدون داره خونه میسازه یعنی بقیه همه حرفیم دیگه چرت دارم میگم بقیه داره خونه میسازه 27 روزه داره خونه تحویل میده <applause> به قول خودش ویلای لاکچری داره تحویل زلزله زدگان میده اینشون اومد یه صحبتایی کرد در برنامه سارایی برنامه سارایی برنامه خوبیه در کل من برنامه سارایی حالا میگم تم داستان همشون به حال عقیدتی مذهبی ان ولی خروجی برنامه سارایی واقعا اطلاعات بسیار مفید رو ما بحثمون حفظ ایرانه این تموم شده رفت دیگه همتون میدونید دیگه چیکار دارین با ایدئولوژی اینا چیه هر ایدئولوژی دارن آقا چه اسلام اسلامو قبول دارن خدا رو قبول دارن کافرن بی شیطان رو قبول دارن ایرانو بسازن حالا هر چی هستن فعلا که دارن تلاششون رو میکنن نسبت به حداقل جریان هایی که من میگم شانس بزرگی که داشتم از 18 سالگی عضو به پانیرانیست بودم و با کل این براندازا برخوردم تو زندانم که کلا با اسرا طلبا اینا ما برخوردیم و اینا که زندانی بودن دیگه هر کدومشون بگی تو زندان بودیم دو سال همه اینا رو دیدیم هش رسیدیم که آقا اگه این مملکت بخواد ساخته بشه از کانال ایناست یه صحبت های ایشون کرد که این صحبت ها به نظر من بسیار ارزشمنده در برنامه سرعی یا برنامه سرعی به نظر من جز برنامه های مفیدی بوده که تو این سال ها اجرا شده من واقعا مثلا کاری که رفتن تو آفریقا مستنده که ساختن خب بله خیلی بهتر میتونستن کار کنم ولی در کل اساس کار به نظر من خیلی کار درست و جالبی بوده صحبت های سعید قاسمی رو گوش کنیم یه حرفایی میزنه پشت آدم میلرزه هیچ طور نمیشه یا خود ما آتیش به اختیار بیل بزن اینقدر خوبه دست بر غذا اتفاقا همین شش ماهی هم که داریم کار میکنیم یک ریال پول دولت شارژ نشد برای بچه جهادی ها جالبه نه پول شارژ نشد من نمیم تو برنامه سینمایی داری و <applause> به ده من ده نمکی رو یه بار از نزدیک دیدم سر اکران اخراجی دو بود توی جشواره دیدم من اون خیلی بچه بودم و جوان بودم و بودم با این چیز شیر و خورشیدم اینجا منداخته بودم رفتم یه دقیقه با این بنده خدا صحبت کردم این تا این شیر و خورشید اصلا ترسید که الان من داده بیداد بخوام بگم بنده خدا یه جورایی مثلا برای من جوان بودم داشتم راستش الان دارم فکر میکنم چقدرم چرت و پرت گفتم یعنی <applause> <applause> یه سری سوالاتی رو مطرح کردم که سوالات فقط یه جوری بعد الان که میشینم بهش فکر میکنم خودم خندم میگیره دمش کم چیزی به من نگفت اون موقع دهنمکی حتی خب تو شلوغی بود و یعنی توی سینما همه شلوغ بودن و این دو دقیقه من باش صحبت کردم چیز نکرد یعنی فهمید که من جوان ناپخته یم و چیزی بهم نگو الان که پخته شدم قضیه رو نگاه میکنم خجالت میکشم بعد به دهنمکه تیکه میندازه میگه تو پول میگیری از سینما اونم میگه نه به خودم من هیچی نمیگم بودجه نمیگیرم اینا اینها مثلا یه بودجه ای تعریف شده ای از ارشادی فلان اینا جای میرسی اینها این ولی من روی پای مردمم هم بدا. خیرین خیلیشون هم حزب نیستن این نکته اینجاست میگه آقا حتی دولت ابراهیم رئیسی به من پول نداده برای ساخت خونه اینا خیرین دارن به من کمک میکنن خیلیاشون هم حزب نیستن اینجا ببین یه سیلیای حقیقتی افرادی مثل ما خوردن که خیلی چیزا رو فهمیدیم ای کاش یه بخشی از این سیلیای حقیقت هم همین نیروهای حزب اللهی بخورن که البته یکیشو فکر کنم سعید قاسمی خورده چون بهش اشاره میکنه که یعنی همه همدیگه رو باید یه بار دیگه بشناسیم یه مقدار اگه می میبین... آخه بعضی وقتا متاسفانه جپه مثلا دوستان حزب اللهی ما درست میگیم کار از اینا برمیاد اینا ولی اینا هم فکر میکنن 100 درصد حقا ببین حق هیچ وقت یک جا کامل تعریف نمیشه این یعنی یادمون باشه همه خود نسبیه و ببین چه سیلی حقیقتی میگه آقا سوپر حزب یا به من کمک نکردن دولت ابراهیم رئیسی که دولت انقلابیه به من کمک نکرده کسایی که کمک کردن یه عدهشون حزب نیستن حالا دقت کن یعنی ملی, اصلا. میگه, ده ده. ملی اصلا میگه ملی ان اصلا میگه ملی گرایی که اصلا قبول ندارن هیچ کدوم از سیستم ایدئولوژی که ما رو اونا کمک کردن دقت کن روی پای مردم هم خیرین خیلیشون هم نیستن مسعود یعنی ملی هم خانومه زنگ دادش اینا گفت هنو مدرسه می سادی گفتش گفتم بله گفتش که چند می سادی چیدی اینا گفتم تشکر حاج خانوم گفت حاج خانوم هاش خانوم چی آقای من بذار بهت بگم لاتی هم صحبت می کرد اینا گفت من اشراف و سادات و ملوک و سلطنه من وقتی صحبت می کرد مثلا یه اصلا دستش اینا پشتش هم عله اکثر اعلی حضرت مخدره و اینا اینا و اینا این مثل این خانم غجری ها صحبت میکرد اینا گفت هیچ نسبتی با این نظام ندارم هیچ علاقه ای هم به شما ها ندارم اینها ولی من یه ایرانی هم ایران رو دوست دارم الان هم نمیخوام پول به دولت بدم میبینن تو شون شراب شلوب میکنی میخوام پول بدم به تو من جدی نگرفتم گفتم اینم این پاک این فامیلای مسعود و مریمه بعضی موقع زنگ میزنن ما رو مورد ملاتفت قرار میدن اینا فرداش یکصد میلیون ریخ به حسابم من خیلی گریه کردم از بابت این قصه که ما جنس مردم هم حتی نمیشناسیم اینکه که تو هست همیشه اینها که اون مودل به قول عزت آقا جان میگه که خاکستری رو جذب کنید این ولی اینها که حالا هزبولایی ها یاری که الحمدلله همیجوری داریم از دست میدیم اینا الان نگاه میکنی اینا بچه من رفته فیلم فیلم خب این این بخش از صحبت های سعید قاسمی به نظر من یک سیلی حقیقتی باید به خیلی از نیروهای مذهبی بزنه دیگه دیگه آقا سعید قاسمی رو که نمیتونی بگی با مجاهدین و سلطنت طلباست ببین سیلی حقیقت یه آدمه بالاخره معلومه تو همین برنامه‌ش هم یکی دو تا نظری داد که میگم به مزاق من خوش نمیاد این بحث خیلی مهمه واقعا جنس مردم رو ما نشناختیم جنس خودمون رو نشناختیم جنس از این ورا ماها جنس بچه مذهبی ها رو نشناختیم نه اینکه ما خوبیم بقیه خب ما هم نشناخته بودیم ما کی جنس هیچ نه ما حتی جنس براندازان هم نشناختیم چه تا, تا چه چه, چه میزان اینا خائنن یعنی در حد میزان خیانت اینایی که تو رسانه های براندازی دارن صحبت میکنن پس بودنشون ما واقعا در عمقش بازم نشناختیم بازم وقتی وقتا رو تهش میگیم شاید اینا هم ایرانی باشن با خیلی وطن فروشی دارن میکنن و جنس همه رو بشناسیم دیگه الان ببین شما ایشون به اون یادم سوپر حزب خانم زنگ زده این گفته خیلی ممنون هاج خانم میخوای کمک کنی گفتم کاج خانم چیه من از نظام تو نقل رهبر تو هیچ قبول ندارم ولی وطن پرستم میخوام مدرسه ساخته بشه میخوام خونه برای مردم ساخته بشه یه پولی دارم بیا این پول رو میدم این فکر داره سر کارش میذاره خانم فردا 100 میلیون ریخته به حسابش و این سیلی حقیقت باعث شده آقای سعید قاسمی بریزه گریه کنه این چیز عجیبی واقعا پیچیده ایست و در عین پیچیدگی بسیار بسیار ساده است اگر ما ایران رو بشناسیم اگه بفهمیم یه چیز مشترک همه داریم ایرانه یعنی با تفاوت های سر هشتاد درجه ای یعنی کنار هم دیگه ای در اوج پیچیدگی بسیار ساده است انقدر ساده است که یه بچه چهار ساله هم میتونه بفهمه بچه بسیار هم پیچیده است که شما ساعت ها هزار تا بسند چه میدونم استاد دانشگاه ابلهی هم مثل زیبا کلام باشن نمیتونم بفهمه ولی انقدر ساده است که بچه پنج ساله بفهمه. بحث ایران یک کلمه ایران آقا ایران رو دوست داریم کیا میتونم به ایران کمک کنم؟ فارغ از اون بحث لب و دهن باشن خب اون خانم ملی میگه آقا جان ایشون گفت حالا معلومه از این سلطنت طلبا بوده میگفت حالا زاد صحبتی که میگه تو فضای سلطنت طلبی بوده خب اون خانم نگاه میکنه میگه این سلطنت طلبا چیکار کردن برای مملکت اون موقعش که نوکر آمریکا بودیم الان هم که سالهاست پسرش رو اینا دارن نوکریه باز آمریکا رو میکنن وطن فروشی میکنن آمریکا رو میگن خب میخوایم چیکار کنیم سلطنت من درست شاید حوادار سلطنت طلب شد خب اینا که کاری نکرد همین بچه از باید سعید قاسمی داره بس من میگم بدم سعید قاسمی یعنی اون خانوم ملیگرام یک سیلی حقیقت خورده چه سال هم برانداز بوده دیگه حد انقدر تنفر داره از نظام که تو یک کلمه صحبتی که رد و بدل شده با سعید قاسمی به سعید قاسمی گفت آقا من اصلا نظامت خوشم نمیاد از رهبرت خوشم نمیاد از حکومتت خوشم نمیاد ولی چون تو داری مدرسه میسازی من به تو پول میدم یعنی چی یعنی این خانم یه سیلی حقیقت خورده در اوج دشمنیش با جمهوری اسلامی ولی چون ایران رو دوست داره میبینه تنها کسی که داره الان کشور رو میسازه همین افرادن همینه این که تو این نظامن مثل سعید قاسمی به این پول میده از این رو سعید قاسمی میزنه زیر گریه چرا چون تو تصورش اینه که آقا اینایی که دم از سلطنت و فلان و اینایی که مخالف نظامن اینا همه وطن فروش و اینا هر کسی اگه بخواد کار جهادی کنه حتما باید حزب اللهی باشه بعد یه دفعه میبینه که آقا یه خانم ملی ای که هیچ قرابتی با مسئله مذهبی نداره داره در گفتمان ذهنی و گفتمان ایدئولوژی و گفتمان مذهبی آقای سید قاسمی کار جهادی میکنه پول داره میده این اینجا آدم میریزه زده زیر گریه و بعدش میگه آقا ما اصلا باید شاید بریم این خاکستری رو جمع کن جذب کنیم حزب الله رو که داریم از دست میدیم حالا البته نه که همه حزب الله چون ما یه دوگانه بیشتر نداریم یعنی دوگانه وطن پرست و وطن فروشه یارو میبینی سوپر حزب اللهیه داره وطن فروشی میکنه یارو مثل ماها فوکل کراواتی میگه برای حفظ نظام دیگه جونمون هم میخوایم بدیم یعنی به خاطر ایران دیگه بس ایران دیگه و این پدیده واقعا بزرگیه به نظر من که از یک طرف آقای سعید قاسمی یک سیلی حقیقت خورده اون خانم خورده همه ما این سیلی های حقیقت میخوریم به هم نزدیک میشه این نزدیکیه بابت حقایق میدانیه و به نظر من این صحبت بسیار مهم بود سبات که این برنامه رو توجه لازم بود این برنامه رو من یک چیزش بکنم در حقیقت یک تحلیل داشته باشم یک فضای بسیار بسیار عجیبی رخ داده در ظرف چند سال گذشته به خصوص یک سری واقعیت هایی وجود داره به حال تو تمام این سالهای کینه ای که همه به نسبت به هم داشتن جریانات مختلف این کینهه تا یک حد گستردهش کینه هایی بود که این آتش نفاق و در حقیقت بر تنور این آتش نفاق در حقیقت ما میبینیم که دست های بیگانگان و سرویس های جاسوسی رو میبینیم که میدمیدن و اجازه نمیدادند که ما بتونیم در یک فضای آرام حرف بزنیم چون حرف زدن منطقی کار بسیار سختیه و اصلا قبول کنی که شاید اشتباه کنی این که تو قبول کنی اشتباه کردی خودش خب هر کسی نمیپذیره دیگه یکی از دلایلی که جریانات اپوزیسیون برانداز حاضر نیستن در یک فضای آرام بشینیم حرف بزنیم چون از حرف زدن میترسن برای همین مجبور پناه ببره به فوش پناه ببره به تمسخر پناه ببره به تهدید ولی کسانی که در این بادیا اومدن و دارن در این وادیا در حقیقت قبول میکنن که گفتگو کنن قبول میکنن که تفکر کنن با هر عقیده ای باشن بابا ما نصف این بچه هامون قبلا به میگم اسلام ستیز بودن رفتن طرف کانادا دیدم قرآن میسوزونده الان داره عکس خامنه ای رو تو خونش میزنه دیگه آقا برای برای جوگیری فشار همین داستان ها بوده دیگه اینا همین آقای سعید قاسمی هم حتما این عضو انصار بوده خدا میدونه اینا یه زمانه جوون بودن با دخترای مردم مثلا حالا بی بودن اینا چیکار بالاخره حالا نمیتون بگیم همه اینا خوب بودن که دورایی بوده اینا اومدن مردم رو تهدید کردن یا روسری یا توسری همه یه اشتباهاتی کردن دیگه ولی این زمانه خورده و الان یک سری سیلیای حقیقت باعث میشه آدما نزدیک بشن به هر حال به نظرم این ساعت های سعید قاسمی بسیار مهمه خیلی از اینایی که دم از حزب الله بودن و اینا میزنن در عمل هیچ کمکی نکرده و ایشون میگه آقا خیلی از اینایی که دارن منو کمک میکنن ساپورت هم میکنن ملی اصلا چیز نیستن یه خانم تو اون سن و, و دیگه اصلا بیار نفوذ کنه به سعید قاسمی چیکار بکنه سعید قاسمی الان پست سیاسی نداره که کسی بخواد بهش نفوذ کنه اینجا پس فقط بحث بحث صداقت است دمتون گرم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و برای آقای سعید قاسمی هم آرزوی موفقیت داریم با فارغ از حالا هر باوری که داره اینا کاری نداریم که البته بخش قابل توجهی از صحبتاش هم آدم گوش میکنه درست میگه البته یعنی کم حرف درست نمیزنه حداقل نظر ما میگیم حرف درست اینا باز میبینی نسبیه دیگه از نگاه ما با باورهای ما در پکیج ایدولوژیک ما وقتی صحبت سعید قاسمی رو میبینیم با حقایق میدانی میبینیم که حرفاش خیلی منطقیه در خیلی از حضورها منطقی ولی فرای این بحثای منطقیش داره عمل میکنه داره خونه میسازه خدا بهش کمک بکنه دمش کرد دم همه شما ایزان گرم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران و بدرود